سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان تیوی پلاسی. دیگه منو کچل کردید، انقدر گفتید که ژیگو درست کن، ژیگو درست کن. امروز اومدیم براتون ژیگو درست کنیم. برنامه‌مون مختص ژیگو، میریم با هم دیگه ببینیم که ژیگو رو چجوری آماده میکنیم. ژیگو رو با چند روش درست میکنن دوستای عزیزم. ژیگوی که من میخوام براتون درست کنم در حقیقت یه ژیگوی ایرانیه که توی قابلمه پخته میشه. ژیگو در واقع توی فر درست میشه، ولی ما توی قابلمه درست میکنیم به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم، دوست داریم همه چی رو خیلی زیاد بپزیم و توی فر به اون طعم و مزه که میخوایم نمیرسیم و گوشتمون خشک میشه. اونم بعداً روزی که خواستم برنامه آموزش روست بیف رو براتون بدم اونو درست میکنم، ولی امروز میریم با هم دیگه طرز تهیه ژیگو ایرانی با گوشت گوساله رو میبینیم. تو اولین مرحله کار گوشتمون رو که از مغزرون گوساله است با یه چاقوی باریک شکاف‌های عمقی می‌زنیم، حبه‌های سیر رو پوست می‌کنیم، از طول نصف می‌کنیم و داخل اون شکاف ها قرار می‌دیم. دوستای خوب و نازنینم، بعد اینکه سیر رو داخل گوش فرو کردیم نوبت چه مرحله؟ یه بستن گوش با نخ پرک. میتونید گوشت رو با نخ نبندید، هرچند یاد گرفتنش جذابه و خالی از لطف نیست، ولی بستن گوش باعث میشه که گوش شکل خودش رو در طول زمان پخت حفظ بکنه و اینکه بسته بشه سیرایی که داخل گوش کردیم بیرون نیاد. یه نکته راستی یادم باشه بهتون بگم، غیر از سیر فلفل سیاه، دونه فلفل سیاه و رزماری یا هر سبزی معطری هم داخل این گوش میتونید فرو کنید. من ترجیح دادم ساده انجام بدم. بریم با هم طرز بستن گوش با نخ پرک رو ببینیم. برای بستن گوش از یه سر گوش شروع میکنیم، نخ از زیر گوش رد میکنیم. عرضم به حضورتون که کاری که انجام میدیم یه مقدار نخ رو آزاد میذاریم. این سر نخ که آزاده رو دور اون سری که به گلوله بسته شده به گلوله نخ میپیچیم و یه گره میزنیم. حالا گره رو صفر میکنیم. این سر نخ هم آزاده، کاملا دور گوش صفتش میکنیم. کاری که حالا انجام میدیم، نخ رو یه دور دور دستمون میپیچونیم، یه دور دیگه هم میپیچونیم، از داخل گوشت رد میکنیم، میکشیمش. سفتش میکنیم. مجددا این کار رو تکرار میکنیم. یه بار دیگه خب برای این گوش سه دور کافیه. کاری که حالا انجام میدیم، گوشت رو پشت رو میکنیم، نخمون رو باز میکنیم و به اندازه دو برابر گوشت از نخمون برش میزنیم. این سر نخ که آزاده از زیر نخ اول رد میکنیم، یه بار دیگه میچرخونیم، این بار از روش رد میکنیم، محکمش میکنیم. همین کار رو تا انتهای مسیر ادامه میدیم. مجددا از زیر نخ دوم رد میکنیم، بعد از روی نخ دوم رد میکنیم و اینو محکمش. حالا مجددا گوشتمون رو برمیگردیم. این سر نخی که بلندتر گرفته بودیم عین گره اول دور این نخ میپیچیم، یه گره میزنیم و گره دوم. الان میریم توی قابلمه 3-4 تا قاشق روغن داغ میکنیم، هر طرف گوشت حدوداً باز همون 3-4 دقیقه تفت میدیم روش برشته شه، بعد میگم چیکار باید بکنیم.
من این نکته رو فراموش کردم بهتون بگم، گوشتی که برای این غذا انتخاب کردم برای ژیگو وزنش 700 گرمه و مغزرون گوساله است. نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بهتون بگم این که با این که داخل گوشت سیر فرو کردیم، ولی چون می‌خوایم آب گوشتمون و خود گوشتمون خوشمزه باشه، بعداً با آبش سس باحال هم می‌خوایم درست کنیم، لازمه که داخل این غذا هویج، کرفس و پیاز اضافه کنیم. دیگه سیر نمیخواد چون داخل گوشت هست. برای همچین مقداری یه دونه هویج، یه ساقه کرفس، نصف یه پیاز متوسط کفایت میکنه. خب بعد اینکه دو طرف گوش کاملا سرخ شد، حدود 5-6 دقیقه طول میکشه، سبزیجات رو اضافه میکنیم. بعد اضافه کردن سبزیجات یه دقیقه دیگه تف میدیم و بعدم حدود نیم لیتر تا 750 سیسی آب اضافه میکنیم. شعله رو زیاد میکنیم، آب که جوش اومد شعله رو کم میکنیم، میذاریم برای خودش حدود 2 ساعت بپزه. بعد از اینکه سبزیجات هم حدود یه دقیقه تفت خوردن، همینطور که میبینید یه 6-7-8 تا دونه فلفل سیاه کامل هم اضافه میکنیم. اون نیم لیتر آبی هم که گفتم می‌ریزیم. قابلمه رو تا لب آب نکنید، به خاطر که آش نمی‌خوایم درست کنیم. این غذا باید با آب کم بپزه. نصف گوشت آب بگیره. هر وقت احساس کردید آب کم شده، آبش داره تموم میشه، دوباره آب جوش بهش اضافه می‌کنید. آب سردم اضافه نکنید، گوشتتون سفت میشه. دوستای عزیز، ژیگامون آماده است. درش هم ور می‌دارم. آبش هم کم شده، تقریبا تموم شده. ژیگو رو می‌ذارم بیرون. حالا می‌خوام یه سس خوشمزه با آب گوشت درست کنم. آب گوشت رو صاف میکنیم. خیلی سریع توی همون تابه که آب گوشت رو ریختیم، حدود نصف قاشق غذاخوری آرد اضافه میکنیم. شعله رو هم زیاد میکنیم. یه سس ساده ولی خوشمزه. همش بزنید تا آردایی که گلوله شده حل بشه. نمک احتیاج نداره چون توی نیم ساعت آخر پخت گوشتمون اون مقداری که لازم بود نمک زدیم. از رو شعله ورش میداریم. یه گریوی خیلی خوب. شعله رو خاموش میکنیم. اگه خسروخان کریمی تصویربردار یه لحظه همینجا وایسته تکون نخوره، رفتم یه برش لیمو ترش هم آوردم، یه مقدارم لیمو ترش. دوستای نازنین، اینم ژیگوی ایرانی. یه گریوی خوشمزه با هم دیگه درست کردیم. واسه تزیینش هم همون پلو مکزیکی استفاده کردم و جعفری ساتوری به اضافه لیمو ترش. امیدوارم این غذا رو خونه درست کنید، در خوردنش لذت ببرید و اگه سوالی دارید اما بپرسید، از طریق سایت پلاس داتایار با ما در تماس باشید و از طریق اینستاگرام تیوی پلاس به ما بگید چه غذاهای دوست دارید براتون درست کنم. خدا حافظ.